این تمی که اینجا وجود داره در واقع یه پکیج از تایتل، ترانزیشن و جنریتورها که یه فرم یه دستی دارن. یعنی به طور مثال شما اگه بیاین اینجا ببینید، هم مثلا ورودی تصویر ما، ورودی به این معنا که این چیزی که تصویر ما با شروع میشه و فیلم ما با شروع میشه، و همچنین ترانزیشن هایی که دارن یا مثلا تایتل هایی که دارن، این همه خیلی یه دست و یه فرم و یه نواختن. مثلا اگر اینجا این یکی تایتل رو اضافه بکنم، باز شما میبینید که این گرافیکشون، رنگشون، همه چیشون کلن با هم یک شکل و یه میزون و خیلی همونطور که گفتم خدمتون یه پکیجه. باز این کم به همین شکل. و تنها چیزی که اینجا شاید وجود داشته باشه، حالا مثلا من این ترانزیشن رو اگه بیارم اینجا، شاید این یکی از موارد گنگش باشه که یه ذره عجیب باشه و نیاز به توضیح داده باشه، وگرنه بقیهش خیلی خیلی مشخص و واضح و با یک کلیک یا با یه کلیک و درک راحت میشه میشه راحت تشخیص داد که چی کار میکنه. البته لیستی که شما می‌بینید قاعدتا خیلی کوتاه‌تر و کوچیک‌تر از این لیست خواهد بود. یه سریشون پلاگینه که اشتباهی هم به عنوان تم نصب میشن، یعنی خیلی هاشون فقط جنریتورن یا افکتن، اصلا تم نیستن. ولی خب این برحال این سوتیه که موقع نصب درست میکنن و ایجاد میکنن توی فاینال کات. خب برگردیم سر این تممون. دقیقا همون چیزی که شما تو تایتل دیدید یا تو جنریتور دیدید اینجا وجود داره، میتونید عوض بکنید هر کم از اینهایی که خواستید. اما این ترانزیشنی که ما اینجا داریم، این ترانزیشن یه خصوصیتی داره و اونم اینه که من راستش دوباره میام توی فوتو استریپ، فوتو آلبوم ببخشید، و اینجا حالا من میام ترانزیشن رو انتخاب بکنم. دیوریشنش 2 ثانیه است. خب اوکی، مناسبه، من دیگه بیشترش نمیخوام بکنم. فقط تنها چیزی که اینجا هست، اگر شما این ترانزیشن رو انتخاب بکنید و اینجا نگاه بکنید، 4 تا علامت وجود داره که تو بعضی از این تم ها به همین شکل هستش. این 4 تا چیا هستن؟ این تصویرایی هستن که در واقع تو این باکس ها قرار میگیرن، 4، 3، 2، 1 و هلال آخر. شما اگه خواستید میتونید مثلا 1 رو بیارید بذارید اینجا، این تصویر اون تبدیل میشه. 2 رو مثلا بیارید بذارید اینجا، باز به همین شکل 3 و 4. معمولا اون عنوانی که بلافاصله بعد از ترانزیشن از این تصویر میره به اون، یعنی مثلا من اگه 3 رو بذارم اینجا، 4 رو بیارم اینجا، یه ذره شاید عجیب باشه به دلیل اینکه الان شما میرید وارد اون تصویر میشه. مثلا هیچ مشکلی هم نداره. قبلا یه چیزی بود که شما حتما باید عدد بعدی رو اینجا میذاشتید، الان مثل که اون موردم دیگه نیست. به خاطر همین هر کم اینار که خواستید هر جایی که دوست داشتید میتونید بذارید و دقیقا این علامت ها و این نام ها به همون شکستن. واسهش توضیح خاص دیگه ای نداره، خیلی خیلی ساده است و خیلی هم فکرم کار کردن باهاش راحت باشه، در حدی درگ اند دراپ هستش.